خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. در یکی دو هفته گذشته چند تا خبر، چند تا اتفاق در خاورمیانه افتاد که بسیار برای من خوشایند بود و میتونم ادعا بکنم که یکی از بهترین دوره‌های زندگیم رو در این دو سه هفته تجربه کردم. از لحاظ خوشحالی، سیاسی به اصطلاح، تفکر سیاسی، هرچند من با جنگ به اصطلاح مخالفت دارم، به جنگ علاقه ندارم، به درگیری‌های مسلحانه علاقه ندارم، ولی بعضی وقتها حذف شدن بعضی از عناصر از صحنه سیاست میتواند تأثیرات مثبتی داشته باشد. در دو هفته گذشته در جنگ بین اسرائیل و حزب الله چند تا اتفاق بسیار شیرین افتاد. اسرائیلی ها با نفوذی که در حزب الله داشتند تونستند که حزب الله رو قانع بکنند که به جای استفاده از تلفن های همراه از پیجرها استفاده بکنند. من قبل از اینکه برم در این قسمت توضیح بدم، یک اشاره کوچیکی بکنم. من مهندسی برق خوندم و به اصطلاح یک مقداری از این مسائل اطلاع دارم، یک مقداری، نه بسیار زیاد، ولی یک مقداری اطلاع دارم. ببینید، ما وقتی که من دانشجو بودم در دانشگاه تبریز درس میخوندم، یک دوره بود، یک بار آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی آمدن تبریز و یک جلسه پرسش و پاسخ با بعضی از دانشجویانی که طرفدار جبهه ملی بودن برگزار کردن که منم در شرکت داشتم. در قسمتی از این پرسش و پاسخ در اون اواخر بود که ما با آقای دکتر یزدی تقریبا تنها بودیم. چند نفر از این دانشجوی صمیمی که با ما دوست بودن با آقای دکتر یزدی نزدیک نشستیم و چند تا سوال پرسیدیم. یکی از دوستان سوال پرسید در مورد ساواک، به دلیل اینکه بعد از اینکه انقلاب ایران اتفاق افتاده بود، ساواک افتاده بود دست انقلابیون و دکتر یزدی دسترسی داشت در اون موقع به مقداری از اسنادی که ساواک داشت. آقای دکتر یزدی ادعا کردن در اون دوره، من اگر حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه بیشتر سخنان ایشون بود، که ساواک در سالهای 1974، 73، 75 در این دوره ها با چند تا شرکت بین‌المللی مخابراتی قرارداد بسته بود و پول بسیار زیادی رو داده بود به این شرکت ها و اینا سیستمی رو در ایران پیاده کرده بودن که اون دوره می توانست به شعاع 400 کیلومتری از مرزهای ایران تمام مکالمات تلفنی رو ضبط بکنه و چون تعداد مکالمات تلفنی بسیار زیاد بود و حافظه بسیار زیادی می‌خواست و اون موقع به اصطلاح تکنولوژی انقدر پیشرفته نبود، مثل الان نوارهای کاست بود و فلان و بهمان، اون موقع سیستم رو به صورتی مشروط کرده بودن، چند تا کلمه اساسی بهش ابلاغ کرده بودن، مثل بمب مثلا میگم، مثل مواد مخدر، مثل کلمات مشخصی رو که وقتی در یک مکالمه تلفنی این کلمات به کار برده میشد، این سیستم شروع میکرد به ضبط کردن و بعدن مامورای ساواک اونو تعقیب میکردن. شما اگر اینو در نظر بگیرید، ما اون موقع دانشجو بودیم، اگر اون موقعی که سیستم‌های آنالوگ بود و بیشتر تلفن‌هایی بودن که از دو تا کابل، از یک کابل دورشته‌ای استفاده می‌کردن، فاز و نول و تعقیب تلفن‌های دیجیتال آنالوگ بسیار سخت بود، شما باید دسترسی به اون کابل داشتید. در اون شرایط وقتی که ساواک ایران به سیستمی دست پیدا کرده بود که میتوانست اینها رو کنترل بکنه از راه دور، برای امروز که سیستم دیجیتال هست و به اصطلاح مکالمات به صورت فضا، به اصطلاح در حالت غیر، بیشتر مکالمات به صورت غیر فیزیکی، به صورت مثلا موجی، به صورت وی فای به اصطلاح ارتباط برقرار میکنن، به صورت بی سیم برقرار میکنن ارتباط رو، پس شنود و به اصطلاح کنترل کردن این سیستم ها بسیار آسان تر از دورهای قدیمه و این رو تمام دولت ها میکنن. یعنی این قدرت بسیار ماورا و طبیعه نیست، قدرتی است که بیشتر دولت ها بهش دسترسی دارن و با در دست داشتن شماره تلفن شما از هر جای دنیا میتوانن تلفن شما رو گوش بدن و به اصطلاح تمام مکالماتی که شما در منزل میتوانید داشته باشید رو میتوانن گوش بدن و
ازش استفاده بکنم. و به همین دلیل هم این سیستمی رو که به اصطلاح حزب الله بهش پیشنهاد کرده بودن، سیستم هرچند سیستمی بود که اون هم میشد شنودش کرد، به دلیل اینکه شما اگر بالاخره یک پیجر دیگه داشتید اون پیام از طریق رادیو پخش میشد، امواج رادیویی، و شما بالاخره میتوانستید اون رو بگیرید، ولی حداقل برای پیدا کردن مکان یعنی جی پی اس یه مقدار میتوانست مشکل ایجاد بکنه برای نیروهایی که میخوان نقطه دقیق شما رو پیدا بکنه، و توصیه درستی بوده، یعنی توصیه غلطی نبوده، ولی سیستم به این شکل بود که حزب الله نمیدانست که موساد به حدی حزب الله رو خوب میشناسه که خود آقای نصرالله حزب الله رو به اون زیبایی نمیشناخت. حزب الله به قدری اطلاعات دقیق از سیستم های ایران داره که خود آقای خامنه ای اونقدر اطلاع نداره، اینو اطمینان دارم. و حماس هم به همین شکل، یعنی اطلاعاتی که موساد از حماس، حزب الله، جیش العدل، نمیدونم حوثی ها و اینها داره به حدی دقیق و به حدی جامع هست که واقعا انکار پذیر نیست. به هر حال حزب الله پیشنهاد سفارش اینها رو داد، ولی واقعیت اینه که سیستم های دیکتاتوری، سیستم های مثل حزب الله، سیستم های مثل جمهوری اسلامی درش فساد وجود داره، درش پول خوردن، دزدی وجود داره، و اینا اومدن برای اینکه بتونن پول خودشون رو بالا بکشن، اون کسایی که مسئول خرید بودن و فلان و بهمان، سعی کردن که به اصطلاح بگردن یک سیستمی رو پیدا بکنن. جالب اینجاست که شرکت فروشندهی که خود موساد بوده میدونست که حزب الله به دنبال چیست و چرا به دنبال این سیستم است، به دلیل اینکه حزب الله، ما در لبنان مشکل برق داریم و حدس میزدن اگر جنگی اتفاق بیفته برای روزهای متمادی امکان شارژ دستگاه ها وجود نداره، اینا دنبال سیستمی میگشتن که بتونه برای زمانهای دور دراز بتونه به اصطلاح باتریش شارژ بمونه. و موساد پیشنهاد سیستمی رو داده بود بهشون که میتوانست 80 روز بدون شارژ دوباره کار بکنه، و این چیزی بود که حزب الله میخواست و حاضر بود پول بیشتری هم بهش بده. یعنی اگر یک دستگاه پیجر در حالت نرمال 40-50 دلار باشه، اینا حاضر بودن 200 دلار بدن به علاوه پورسانتی که میدادن که این دستگاهی رو بخرن که بتونه اون 80 روز رو مقاومت بکنه. با انفجار سیستم های پیجر دو سه تا اتفاق بسیار مهم افتاد. یکی این که سلسله ارتباطات بین فرماندهی و نیروهای داخل میدان از بین رفت. وقتی که شما ارتباطاتتون از بین میره، نمیتوانید رابطه برقرار بکنید، نمیتوانید به اصطلاح ضایعاتی که بهتون رسیده رو بتوانید پیام بگیرید که چه اتفاق افتاده، جایی که بمباران شده بتوانید پیام بگیرید که آیا کسی اتفاق افتاده، چه کسانی مردن، چه چیزهایی نیاز دارید. وقتی ارتباطات برقرار نتونید بکنید از فرماندهی با نیروهای داخل میدان، در واقع شما فلج شدید. اتفاق دوم این بود که نزدیک 3000 نفر از نیروهای زبده حزب الله، نیروهایی که براشون به اصطلاح این پیجرها رو تهیه کرده بودن که بتوانن باهاشون در دوره‌ای که در جنگ هستن پیام رد و بدل بکنن، اینا مجروح شدن. تعداد کشته‌ها رو اگه دقت کرده باشید کم بود، ولی تعداد مجروح‌ها بسیار بالا بود. این تاکتیکیه که ویتکونگ ها در زمان جنگ با آمریکا استفاده کردن. ویتکونگ ها سعی میکردن سربازان آمریکایی رو نکشن، به جای کشتن اینا رو مجروح بکنن. دلیل داره. دلیلش این بود که وقتی شما کسی رو میکشید، افراد نزدیک به این فرد خواسته یا ناخواسته، اگر تا اون روز مخالف شما هم نبوده باشن، مخالف شما میشن، دشمن شما میشن. شما پدر کسی رو که بکشید، بالاخره فرزند اون، برادر اون کشته شده، پدر و مادر اون کشته شده، عمو و خاله و دایی اون به خونخواهی اون کشته دشمن شما میشن. شاید قبل از این که اون کشته بشه، عده‌ای از اعضای خانواده حتی سمپاتی داشته باشن به طرف مقابل، ولی وقتی یک نفر کشته میشه، تمام اعضای نزدیک خانواده، دوستان نزدیک، اتوماتیک تبدیل میشن به دشمن.
پس من به همین دلیل هم هست که من واقعا شخصا خودم معتقد به مبارزه مسلحانه نیستم و معتقدم که مبارزه مسلحانه به جای اینکه به نتیجه برسه معمولا دشمنی ها رو طولانی تر میکنه و دشمنی های تاریخی ایجاد میکنه، چرا که اون کسی که کشته شده پدر و مادرش تا وقتی که زنده هستن شما رو دشمن میدونن، فرزندش تا وقتی که نفس میکشه شما رو دشمن میدونه، برادرش تا وقتی که نفس میکشه شما رو دشمن میدونه و این نسل های متمادی اینو انتقال میدن به فرزندانشون و این اختلافی که میتونه با یک مذاکره سیاسی با یک مذاکره دیپلماتیک حل بشه تبدیل میشه به یک مشکل تاریخی و تقریبا میشه گفت هیچ وقت دیگه حل نمیشه. اتفاق دوم بعد از اینکه کسی اگر مجروح میشه برای طرف مقابل شما اتفاق میفته، یعنی اگر شما سرباز دشمن رو مجروح بکنید به غیر از اینکه اون دشمنی رو تبدیل مقداری کاهش میدید، یعنی اون طرف بالاخره مجروح هست، احتمالاً عده‌ای از نزدیکان اون اگر سمپاتی هم به شما نداشتن و الان تبدیل میشه مثلا به مخالفت، حداقل تبدیل به دشمنی نمیشه. پس این مرحله اوله. مرحله دومی که اتفاق میفته اینه که شما برای یک مجروح چند نفر رو باید اجیر بکنید که ازش چیز بکنه، مراقبت بکنه، مخصوصا اینایی که در مسئله پرجر اتفاق افتاد، عده زیادی دستشون، چشمشون و آلت تناسلیشون از دست دادن. خب این کسایی که این اتفاق براشون افتاده برای ماهای متمادی باید در بیمارستان باشن، عملهای مختلفی روشون صورت بگیره و بعد از اینکه حتی از بیمارستان مرخص شدن باید عده‌ای به اینا کمک بکنه، دستشون رو بگیره اینور اونور ببره، کارشون انجام بده. به اینا کسی که دست نداره جوراب هم نمیتونه بپوشه، جورابش هم برای بعد یکی دیگه بیاد براش بپوشه. پس شما همزمان که نیروهای داخل رزم رو از رزم دور میکنید، از مبارزه دور میکنید، عده دیگری هم از مبارزه دور میکنید، چون مجبورن که به اینا سرویس بدن و از اینا مراقبت بکنن. بعد از اون اومدن مسئله اون واکی تاکی ها رو اتفاق افتاد، این باعث شد که واقعا سیستم ارتباطات در حزب الله از بین بره. وقتی شما سیستم ارتباطات رو از بین میبرید مثل این میمونه که شما وقتی میرید دندون پزشک یه آمپول میزنه دندون شما رو بی‌حس میکنه و بعد از اون هر عملی روی دندون شما انجام بده شما حس نمیکنید. وقتی که شما سیستم ارتباطی یک تشکیلات نظامی رو از بین میبرید باعث میشه که اون مثل همون دندونی بمونه که بهش آمپول زدید و بی‌حس شده، شما دیگه نمیدونید داره چه اتفاقی میفته، خبر نمیتونید رد و بدل بکنید، دستور و فرمان رو نمیتونید رد و بدل بکنید. پس این ضربه بعدی بود که براش افتاد. ضربه بعدی این بود که این کسایی که بهشون لطمه وارد شد بیشترشون از رده های میانی مبارزان داخل میدان بودن. شما سه رده داریم، چهار رده در واقع، اونایی که تازه کارن، کسانی که در رده میانی هستن، کسانی که رده بالا هستن و کسانی که در رده فرماندهی هستن. موساد در این مدت تمام تقریبا قسمت زیادی از کسایی که در رده میانی بودن با عملیات پیجرها و واکیتاکیها از بین برد، با حملاتی هم که بعدن انجام داد، نقطه زنی که کرد، تعداد بسیار زیادی از رده فرماندهی رو از بین برد و دیروز با کشتن آقای نصرالله رده فرماندهی و رده رهبری رو هم از بین برد. بسیار عمل بزرگی بود، بسیار پیروزی درخشانی هست برای موساد و به اصطلاح حزب الله رو تقریبا زمینگیر کرده. این زمینگیر کردن حزب الله مشکلات بسیار زیادی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. اگر دقت کرده باشید چند روز پیش فیلمی از آقای مجتبی خامنه‌ای هم پخش شد. این فیلمی که از آقای مجتبی خامنه‌ای هم پخش شد اونجا برخلاف تمام کسایی که صحبت میکنند صحبت‌های مختلفی هست از اینکه ترسیده یا اینکه به اصطلاح داره خودش رو برای رهبری آماده میکنه، اینا من فکر میکنم هیچ کدوم از اینا نیست و در واقع آقای مجتبی خامنه‌ای میخواد نشون بده که اختلافاتی در رهبری ایران وجود داره و این اختلافات به این دلیل است که مطمئنن قسمتی از اعضای سپاه
قسمتی از اعضایی که در میدان حضور دارن بالاخره مورد تمسخر قرار میگیرن. تمام گروه هایی که الان به اصطلاح در عراق و سوریه و لبنان و جاهای دیگه هستن همه دارن به نیروهای سپاه قدس و نیروهای جمهوری اسلامی فشار میارن که خب بالاخره تا کی میخواید ساکت بمونید، و این فشاری که از پایین داره میاد داره اختلافات بزرگی رو در رهبری جریان‌های سیاسی در ایران داره نشون میده. و من فکر میکنم که نامه‌ای که اون پیامی که آقای مجتبی خامنه‌ای داشت اونجا میداد این بود که حاضر است رهبری آینده رو به عهده بگیره، و من احتمال میدم که اگر یک مقدار دیگه فشارها زیاد بشه در داخل رهبری ایران هم اتفاقات بسیار پیچیده و بسیار تاثیرگذاری اتفاق بیفته. شاید حتی مجتبی خامنه‌ای با عده‌ای از سران سپاه کودتا بکنه بر علیه خامنه‌ای، چون فشار بسیار بسیار بالاست. وضعیت به شکلی هستش که اگر دفاع بکنه از موقعیتی که الان درش هست و ادامه نده، یعنی به اصطلاح حمله نکنه به اسرائیل، دفاع نکنه از نیروهای به اصطلاح مقاومت، باعث میشه که اون آبروی نداشتش هم بیشتر از این بره. و اگر هم بخواد حمله بکنه و یا اینکه پاسخ اسرائیل رو بده، احتمالاً درگیری بسیار بسیار وحشتناک اتفاق خواهد افتاد و جمهوری اسلامی تقریباً 100% شکستش واضحه، ولی تقریباً احتمالاً بعد از اون شکست بالاخره حکومت رو هم از دست بده. عملیاتی که نیروهای اسرائیلی برای حزب الله انجام دادن عملیات بسیار بسیار دقیق و بسیار بسیار پرحجم و پرآتش بود. 83 تن مواد منفجره رو در بین 3-4 تا ساختمون منفجر کردن. بمب‌های سنگرشکن 2000 پوندی 83 تا بمب سنگرشکن 2000 پوندی استفاده کردن. بمب‌هایی که تا عمق 30 متری میره پایین و بعد منفجر میشه. شما در نظر بگیرید که یک هواپیمای فانتوم 3-4 تن میتونه بار حمل بکنه، یعنی یک هواپیمای فانتوم فقط میتونه 2 تا از این بمب‌های سنگرشکن رو استفاده بکنه. 83 تا از این بمب‌ها تقریبا 21 22 تا هواپیمای فانتوم همزمان یک نقطه رو بمباران کردن. شما در تاریخ جنگ ایران و عراق نگاه بکنید، مثلا در عملیات H3 که مثلا رفتن نیروی هوایی عراق رو مثلا در مرز اردن از بین بردن، احتمالاً 4-5 تا F4 در شرکت داشته. 83 تن بسیار بسیار زیاده، یعنی حداقل اگر در قاسم سلیمانی چند تیکه از بدنش معلوم بود، فکر میکنم نصرالله و اطرافیانش حتی اون چند تیکه از بدنشون هم به دست نیاد. بسیار آتشه به اصطلاح مرگبار و بزرگی رو اونجا پیاده کرده و نشون میده که واقعا میخواسته در تاریخ ثبت بشه. این عملیات جز عملیاتایی هست، این عملیاتایی در این 20 روز این جنگ اسرائیل و حماس جز عملیاتایی هست که احتمال بسیار زیاد در دانشکده های جنگ برای سالهای آینده تدریس خواهد شد. همون جوری که مثلا جنگ 6 روزه با حمله‌ای که نیروی هوایی اسرائیل به نیروی هوایی کشورهای عربی مصر و سوریه و اردن انجام داد الان جز درس های دانشکده های جنگ هست، و حتی مثلا در جنگ ایران و عراق هم صدام خواست از اون سیستم استفاده بکنه، از اون روش استفاده بکنه که نتونست. این سیستم هم، این شکل مبارزه کردن هم، این شکل جنگیدن با دشمن هم احتمال خیلی زیاد در جنگ های نوین در دانشکده ها اینا تدریس خواهد شد. از این به بعد بسیار سیستم عالی به کار بردن، یعنی بی نقص، نقطه زن، یعنی اطلاعاتی که داشتن به حدی دقیق بوده که در اون ساعت تعداد تقریبا میشه گفت تمامی کسانی که در فرماندهی بودن در اون ستاد حضور داشتن و از بین رفتن. شما حزب الله دیگه فقط یک تعداد عنصر درجه 3 براش باقی مونده، خب زمان میبره برای بعد زمانی ممکنه دوباره بازسازی بکنه، ولی واقعیت اینه که مثل یک تیم فوتبال میمونه که در بین مسابقه، در حین مسابقه، در دقیقه 20-21 مثلا دروازه‌بانش رو اخراج کرده باشن، خط حملهش رو اخراج کرده باشن، از 11 بازیکن داخل زمین 5-6 تاش رو اخراج کرده باشن و مربیش هم اخراج کرده باشن و پنالتی هم برای طرف مقابل گرفته باشن.
خب در این شرایط انتظار برد نمیتونی داشته باشید. یعنی نیروهای حزب الله برای پر کردن این رده از فرماندهی به سالها احتیاج دارن، سالها نیاز دارن تا بتوانند نیروهاشون آموزش ببینن، نیروهاشون تجربه کسب بکنن و بتوانند به اون سطح دوباره برگردن. و همچنین هم در این دوره یک ساله تقریبا هر روز نیروی هوایی اسرائیل لانچرهای پرتاب موشک رو بمباران کرده و نیروهای میدانی حزب الله رو بمباران کرده و تقریبا حزب الله چیزی ازش باقی نمونده، به غیر از یک عده خانواده شهدا و به اصطلاح مفقودین و جانبازان حزب الله و خانواده‌های اونها. کسایی که سمپاتن به حزب الله فکر میکنم کسی زیادی در میدان نمونده. انتظار ندارم که جمهوری اسلامی در این رابطه کاری بکنه، اگر بکنه خوشحال خواهم شد، چون تومار جمهوری اسلامی هم در نوردیده خواهد شد و به اصطلاح جمهوری اسلامی هم از بین خواهد رفت. هرچند هر جنگ اتفاق بیفته به متاسفانه هزینه‌شون مردم عادی میدن و معمولا کسایی گردن کلفت کمترین هزینه رو میدن. خب من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، من خواستم فقط نظرات خودم رو در این قسمت بیان کرده باشم. اگر لطف بکنید و نظرات خودتون رو بنویسید ممنون میشم که از نظرات شما هم مطلع بشم، تحلیل شما رو ببینم. اگر مورد پسندتون بود لایک بکنید و سابسکرایب بکنید و برای دوستانتون هم بفرستید ممنون میشم. ممنون و سپاسگزارم. شب و روز و هر زمانتون ما در خوشی و در آسایش باشه و با امید دیدار شما در ایران آباد و آزاد.